خیلی خوشحالم که دوباره می‌بینم صورت خیلی علاقمندتون. طبعا منم خوشحالتر میکنه. همیشه شنیدید دیگه، مستمع صاحب سخن را به سر ذوق آورد، درسته؟ و من اگر کوچکترین کسالتی در شما ببینم، این اونایی که با من تو کلاسام بودن میدونن، فوری درسو قطع میکنم، یادتونه یه صحبتی، یه شوخی، یه چیزی میکنم تا دوباره ذوق و شوق برگرده. چون نگاه کردم به صورت‌های بی‌تفاوت، یادتون باشه بی‌تفاوت بشید دیگه، ما درس یه ذره قطعش میکنیم، آدم رو اذیت میکنه. چون که خدا رو شکر من همیشه دست دادم رویش، وقت وظیفه احساس نکردم، یه عشق احساس کردم. اینه که برای این درس نمیدم که حتما ساعت رو بگذرونم، برای این درس میدم که ارتباط برقرار کنم با همتون. خب یه چیزایی گفتم، البته چی میگن دیگه، 100% نص قرآن کریم نبود اونایی که من گفتم، یه چیزایی بوده جمع کردیم از این بر خانم یکم جدی تر بود. من ممکنه اشتباه کرده باشم که اشتباه من مبتنی بر اشتباهات دیگرانه، یعنی از دیگران برداشتم، ولی چی از خودم سعی میکنم نگم، برای اینکه اون کاری مستندتره که آدم استفاده کنه از تجربیات کسانی که در این راه بودن، و اگر من یاد داشتار رو براتون فراهم کردم از روی کارهای اونا بود. بعد اگر خاطرتون باشه راجع به شیء مقدس صحبت کردیم، درسته؟ و انواع سحرها که همش براتون خیلی جذابیت بیشتری داشت. البته قبلش ما تعریفای اسطوره رو براتون دادیم، دلیل به وجود اومدنش رو خیلی کوتاه گفتم، دلم شاید میخواست بیشتر بپرورونم، ولی وقتی حساب کردم که از 12 جلسه که شما خواهید بود من باید حداقل 10 جلسه‌شو اختصاص بدم به ایران که بتونم 12,000 سال رو تمام کنم با این همه مجموعه خدایان، دیدم علارغم میل باطنی خودم که این مطالب رو خیلی دوست دارم سری میگذرم. ولی دیگه بازم امروز ما چند تا بنمایه رو براتون توضیح میدیم، و امیدوارم که صورتاتون صورتای کسل نباشه. برحال خب پس سحرها رو گفتیم، حالا اینا رو گفتیم فقط شما اشتباه نکنید با چند تا چیز دیگه. یکیش اینه که صحبت این بود که من گفتم که در سحر دست جمعی جمع میکنن تمام گناهانشونو و منتقل میکنن به یک چیزی، مثلا به یک قایقی میبرن غرقش میکنن، به یه درختی، درسته؟ یا خیلی چیزهای شبیه به. ولی این فرق میکنه با اونی چی که ما به عنوان قربانی مینامیم، ساکریفیس به فرانسه میگن، ساکریفیس به انگلیسی میگن، که اینو معمولا شما مترجم ها به قربانی ترجمه میکنم. من زیاد موافق نیستم به اینکه تنها قربانی نیست، بلکه من معمولا میگم نیایش تو هم با قربانی، چون اگه قربانی تنها باشه نیست. دلیلش هم الان براتون میگم که دلیل وجودیش چیه. باز همیشه خواهم گفت اقوام ابتدایی، این یادتون باشه، یه جمله مرتب تکرار خواهد شد. به حال اقوام ابتدایی چیکار میکردن؟ همشون سعی میکردن که قوای مافوق الطبیعه رو تحت انقیاد خودشون درارن. این هدفه همه این چیزهاییست که ما داریم میگیم. اما بعدم میدیدن نه بابا خیلی سخته، یعنی این قوا به قدری، یعنی خودشون فکر میکردن به قدری قوی هستن که تسخیرشون شاید به نظر غیر ممکن میاد. پس باید ما تضرع کنیم، عجز خودمون رو نشون بدیم، لا بکنیم، همه اینها، بلکه این قدرت بزرگ بالایی دلش برحم داره. اینها اصطلاحاً همونی خواهد شد که بعدها برای ما مناسک دینی خواهد بود. باز قاطی نکنیم، برای من وارد هیچ وقت دین و اینها نمیشم، ولی مجبورم بگم اینها رو، یعنی اینها هستند که زیربنای مناسک دینی ما رو به جا درست میکنن. به اینکه ما در مناسکی که بخواهیم و نخواهیم انجام بدیم یه کارهایی میکنیم که اصلا خودمون نمیدونیم چرا میکنیم، درسته؟ خیلی چیزها هست که شما میکنیم و بعد میگه چرا ما این کارها رو میکنیم، ولی در حقیقت زیربناش برمیگرده به همون گذشته بسیار دور. اول شروع میکنن عجزلابه میکنن، بعد شروع میکنن به اون قدرت بالا هدیه میدن، نیاز میدن، فدیه میکنن، و بعدش
همین یکیش هم مثلا میشود قربانی کرد. این قربانی ها حیوانی معمولا هست، گاهی انسانیه. حتما میدونین دیگه تو فیلم ها و داستان ها و لاقلین ها خیلی شنیدید. و متاسفانه و اون موقعی که من اوایل این رو منتشر میکردم فکر میکردم نه دیگه وجود نداره. الان با موضوعاتی که اخیرا اتفاق میفته، آدم ها میرن چی میگن اصطلاحا، بگو، انتحار، چیزهای انتحاری میکنم، در حقیقت قربانیه، در حقیقت خودشون دارن قربانی میکنن. و یه دفعه آدم یاد به دوران هزاران سال پیش میاندازه که در کرت مثلا میرقصیدن و دخترها و اینها قربانی میشدن برای خدایان. میدونی یواش یواش آدم داره همینو فکر میکنه، ولی اون کسی که فکر میکنه به خودش یه چیزی میبنده و میره داره چیکار میکنه؟ در حقیقت یه قربانی خودشو داره قربانی میکنه دیگه. یه ذره برید به عمق کارها، انگار دوباره بازگشت، بعد این کلمه رو بگم، نادانیه، دوباره بازگشت جهله. یعنی بشر چقدر زحمت کشید که یه مقدار پرده های جهل رو بدره، درسته؟ و غم‌انگیزه که شما احساس کنید دوباره داره این جهل به نوعی بر میگرده. احساس میکنید یعنی تفکر میمیره، مجددن داره این تفکر میمیره و این واقعا جای تأسف داره. برحال خودکشی، گفتم قربانی های انسانی، یکی اینه که من اینو قربانی میکنم، یکی اینه که خودم قربانی میکنم. این دو جور قربانی ها، متوجه هستید؟ اون یکی خودکشیه و یکی خودسوزی. اینا مثلا تو کشورهای آسیای مرکزی اینا زیاد وجود داشت، ولی به هر حال دو جور قربانی انسانی میشه، یکی دیگران میکنن که البته مطابق این داستان ها یا چیزهایی که میگن، اینایی که ما مثلا از اقوام قدیم داریم، احتمالا اونها رو به قدری مواد مخدری چیزی به اینها میدادن که اینها واقعا نمیفهمیدن چی کار دارن میکنن. اینایی که با مثلا همسراشون اینها رو به خاک می سپردند و این بود دیگه همه واخر. اینا احتمالا در زیر یک تأثیر یک چیزهایی بودن. اگر حالا داعش نفهمه من این حرف رو زدم، احتمالا این آدم هایی هم که اینها می دونن مطمئن باشید تحت تأثیر یک چیزی هستن. یعنی جان روانگردان که بهتر می دونی از نظر پزشکی، یه روانگردانی قبلا می دن. حتی من یه مقاله خوندم، مقاله علمی، که حتی چیزهای هیتلر مثلا یه مقداری به بعضی از اون پیروان خیلی صمیمیش کشف کردن که قرصای خاصی میخورونده. میدونین آدم گاهی مثلا فکر میکنه کسی با احساس کرده، بعد میبینه نه، تحت تاثیر یک مواد همون روانگردان و یا چیزهای عجیبی بوده است. ولی به هر حال اینها وجود داشته. یعنی میشه آدم، من فکر نمیکنم از جان عزیزتر چیزی باشه و آدم راحت بتونه این رو بده، فقط نمیدونم. به هر حال من که خودم اینقدر دوست دارم که هیچ‌وقت از این کارا نمیکنم. جانم، بله، حشاشین که میگن همینن دیگه. بله، حشاشین که اونهایی که بودن حتما بهشون چیزهایی میخوروندن، همتون میدونید اساساً که در فرانسه رفته و اینها به معنی آدم کش، از همینا میاد و از واژه حشاشین. بله، کاملا خانم به جا گفتید، حرفتون درست بود. به هر حال پس هدف همیشه، هدف چیه؟ که قوای خارق العاده رو تحت انقیاد در بیارن. بعد خب وقتی که میخواستن قربانی کنن، این باید با کلمات و با سخنهای مناسبی همراه بود که سرودها و مزامیر باز دینی که برای ما باقی مونده و مثلا همه اینها همشون بازمانده همون چیز هستن. یعنی باز شما حتما دیگه اینقدر اینا رو خوندید که تکرار یک چیزی، اصطلاحا هم میگن شستشوی مغزی، شنیدین دیگه، تکرار یک چیزی شما یواش یواش به اون اعتقاد پیدا میکنید. به همین دلیل معمولا در مزامیر دینی یا سرودهای مذهبی یک آفرینش رو، مثلا تو یسناها یک آفرینش رو دائما تکرار میکنن و شما ناخودآگاه به یک چیزی اعتقاد پیدا میکنید که نمیفهمید دارید اعتقاد پیدا میکنید.
ماها هم داریم در معرض یک همچی چیزهای هممون قرار داریم، درسته؟ یا میتونید بگید نه، ولی به هر حال درسته از دید من. جا تکرار یه چیزیه دیگه، تکرار تکرار، بله من همینو میگم، بله بله. تفسیر کبیر میگه تکرار مایه جایگزینی مطلب در ذهن است. کاملا تکرار که میکنی تو دیگه چیز دیگر رو نمیتونی وارد اونجا کنی، یعنی اینقدر دادی به ذهنت. میگن خوبه برا ذهن، ولی من گاهی دلم میسوزه که گاهی وقتا ذهنها رو ما با یه چیزهایی پر میکنیم، در نتیجه میشیم حافظ، خدا کنه بشیم حافظ، ولی نه، منظورم حفظ کننده میشیم بیش از آنچه که متفکر بشیم. من میترسم بعضی حرفا رو بزنم، شما برای من کار دستم بدید، ولی به هر حال من از این بچه های کوچیکی که میگن حافظ قرآن هستن، من دلم برای اون بچه ها میسوزه. نه اینکه قرآن بده، باز نریم بگین قرآن خوب است، به شرط که شما بفهمید چی داری میگه. من اگه یه بچه کوچیک رو بگم 10 تا ببخشینا، من به هیچی نمیخوام، خدای نکرده خدای نکرده تو این بگم، ولی خب چه اصلا چه لطفی داره من یه چیزو ور 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 بگم برم، درسته یا نه؟ اگر بدونید که چی گفته، اگه بفهمید که داره چی میگه. ولی دیدید دیگه این بچه ها رو میارن و بمبان جایزه میدن و من دلم بر اون بچه های تفلک میسوزه، میگم این ذهنش فقط چی میشه؟ یه ضبط صوت. ضبط صوت که لطفی نداره، ضبط صوت که برای شما خدمتی انجام نمیده، برای اینکه شما، من واقعا جای مادرهای پدرهای اونا بودم جلو این کار رو میگرفتم، ولی حتما اگر بدونن. بله برها منظور من این شروع جا؟ اینجا مونده بگم یه جمله هم من بگم، یه تبلیغات زائقه تعیین میکنه، آفرین آفرین، رغبت و انتخاب رو تعیین میکنه، یعنی اینجوری نیستش که ما انتخاب میکنیم، تبلیغات به ما انتخابانند به شما عبادت میشن، بر به ما میباورونه که چه چیزی ترجیح ما باشه و تبلیغات از عنصر تکرار است. عزیز من کاش اصلا میباورند به ما بروری میاد، میدونیم اون از باوروندن هم بدتره. شما یه چیزی رو دائم تکرار میکنی بدون اینکه بدونی چی میگی. کاش واقعا کمی آزادی داشتم بیشتر راجع به این حرف بزنم، چون یکی از دغدغه هامه، واقعا یکی از دغدغه هام اینه، مثل اینکه بچه واقعا دغدغه ها، حتی عبادت به جا آوردن بدون هیچ چیزی ور 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 ور. امروز توی یکی از کلاسام صحبت شد، خیلی بامزه بود، میگفتم که در نماز الله اکبر چند تا معنی داره. الله اکبر یعنی زیر چراغ خاموش کن، الله اکبر در کوچه رو باز کن، دیدید یعنی نه، این متوجه هستید چی دارم میگم؟ به شوخی به بچه ها گفتم بچه ها درارید معانی الله اکبر رو که مثلا داره چیز میکنه، این رو میگه. این همینه، تکرار کاملا بی‌محتواست و خطرناک. حالا به هر حال من باز متاسفانه این بچه‌هایی که با من درس داشتن میدونم من زیاد حاشیه میرم، این میتونه عیبم باشه. بعد به هر حال خب پس دیدیم که دلمون خواست عجزلابه کنیم، بعد دلمون خواست که برای اینکه قربانی کنیم، بعد اینا رو با یک کلماتی بگیم، همه اینا که مجموعه اینها میشود تشریفات، یه نوع تشریفات. خب این تشریفات رو کجا انجام بدیم؟ احتیاج به یک جایگاه معینی پیدا میکنه، معابد به وجود میاد. ببینید سرودها به وجود اومدن، اعمال آینی به وجود میاد و به این ترتیب معابد زاییده میشه، یعنی شما نیایشگاه ها دارید، یا برای قربانی کردن یا برای نیت کردن. حالا یادم رفت بهتون باز بگم که حتی درخت قربانی میکنند، خیلی چیزهای دیگه، درخت نو رو میندازن. یکی از رسمای گفتم براتون مال همین خروبیان با نکین ها بود که مرحوم به چیز یغمایی که فوت کرده بود از دانشگاه ادبیات رفتم، من نرفتم، گفتن یک درخت خرما انداختند، یعنی قربانی که مثلا گوسفند میکشن اینا، گفت یه درخت خرما به خاطر اون انداختن. خب وقتی که اینطور میشه یک طبقه به وجود میاد، یعنی طبقه کاهن یا دین مرد، من اصطلاحا به اینا دین مرد میگم، به اینکه یا کاهنه یا موبده یا
روحانی جور دیگه هست یا کشیشه، کلن مجموعا ما عموما میتونیم بهشون بگیم دین مرد. یعنی البته یکی از بچه های کلاس هم بهم گفت چرا دین زن نباشه، ولی به هر حال مرد رو به عنوان انسان بگیریم فرقی نمیکنه. به عنوان مثل اینکه لوم مثلا در فرانسه یا من در انگلیسی معنی انسان رو میده بیش از آنچه که مثلا معنی مرد باشه. خب با این ترتیب هست که معابد به وجود میاد، طبقه کاهن به وجود میاد و بعد مزامیر مذهبی به وجود میاد، یعنی سرودها و بله. برای اینکه من میبینم من نمیتونم اونطور که دلم میخواد به اون خدا حرف بزنم، بیا تو جای من حرف بزن، برای اینکه حرفای منو من نمیتونم. در کل من به آدم ها بگم خدا همون حرف تو رو بیشتر قبول داره تا حرفی که تو سفارش بدی کسی دیگه برات نماز بخونه. میدونین الان با جان چه حرفایی میزنم، این نماز اجاره یا روزه اجاره ای همینه دیگه. یعنی شما به یکی پول میدید که به جای شما خدا را بپرستد، به یکی پول میدید که به جای شما عبادت کند. ببینید چقدر ما رسمایی داریم که اصلا نمیدونیم که پشتش هیچی نیست. یعنی متوجه هستید؟ خیلی ببخشید بی خود اصلا این کلاس ها رو گذاشتیم، من دارم یه چیزهایی میگم که اصلا کلی از باورها رو کمی به لرزش با میداره. متوجه هستید؟ یعنی دقیقا من وقتی یکی میگه که آره فلانی گفته از پول من مثلا اینقدر بذارید برام نماز روزه، یعنی من نتونستم، تو بیا به جای من خدا رو بپرست، مثل اینکه تو بیا به جای من مادرم رو دوست داشته باش، تقریبا شبیه به همونه. من پول میدم تو به جای من مادر منو دوست داشته باش، غیر از اینه؟ این برخواست من دارم نون بعضی ها رو آجر میکنم، ببخشید دیگه. یکی بود این نماز اجاره یاشو وصیت کرده بود، گفت بجز زور رو هست، گفت اونا رو توی اداره خوندن. خب بگذاریم بچه. خب این موردی که من امروز هفته پیش گفتم این نمره معمولا جالبترین قسمت های کلاس همه، بچه ها معمولا با یه علاقه بیشتر اینها رو فضل میکنن، چون یه دفعه میبینن من دارم پا میذارم روی همه چیزایی که یک عمر باهاش بودن و هیچ هم بهش فکر نکرده بودن که این میتونه چی باشه. بعد مسئله بعدیمون اعتقاد به تابو هست. تابو چیه؟ حرام ممنوعه در جان؟ در فرهنگ مردم این کارها حرام ممنوعه. قف داره. چی داره؟ اون کار قف و زشتی داره. قف داره. دیگه؟ عمل، اندیشه، حرف، گفتار، شی، چیزی که نزدیک شدن بهش با ترس همراهه. آفر. همینه. چرا؟ حالا خواهیم دید. همیشه تنفر نیست، ترس هم نیست. یه چیزی با همین ها هست. باز هم تابو هم کلیت و عمومیت داره. اون حرفی که خانم زدن که اونها اونجا در پرتغال چرا این کار میکردن، این دلیلی نیست که همون موقع فقط کشف شده این موضوع. این موضوع ها بودن، به تعریف کشیده شدند. این فرق میکنه تا اینکه یک چیزی به وجود بیاد. اعتقاد به شخص یا چیزی هست، به خصوص شخص یا چیز اول، به اعتقاد بعدن خواهم رسید که نزدیک شدن. احیانا اول در جوامع ابتدایی صحبتشو میکنم، یا دست زدن به اون شخص، یا هر چیزی که متعلق به آن شخص است و آن چیز است خطرناک. و اگر احیانا چنین کاری صورت بگیره، باید یا کفارش رو پرداخت یا یه جوری از دستش در رفت، گاهی هم دامنگیری میشه. مثلا در بین اقوام بدوی بوده است وقتی که مثلا طرف نیم خورده رئیس قبیله رو که تابوه خورده و بعد که فهمیده مرده، که من قبول میکنم به دلیل اینکه اینقدر بهش فشار روحی آمده است که میتونه بمیره، من اینو کاملا میتونم بله بپذیرم این موضوع رو. و بعد بر این که میگه که این پر از تابو بود و من نباید اصلا به اون نزدیک میشدم، پس احترام و در این حال وحشت، ترس، هم احترام هم ترس از اشخاص خاص برجسته‌ای که در هر قبیله، در هر طایفه میتونه وجود داشته باشه، این رو بهش میگن در حقیقت تا. اما
ببینید چه کسان دیگری تابو بودن و من الان بگم برای شما روشن میشه. گاهی سربازان، سرباز میدونین کسی که رفته جنگ و برگشت، من میگم و بعد دلیلش از شما میپرسم، ماهیگیرها، شکارچیها در بین بسیاری از اقوام وحشی حالت تابو دارند. چرا؟ چون جان گرفتند. چون جان گرفتند دیگه، بالاخره در جنگ جان میگیرید. در جنگ های قبلی الان بمب این کارو میکنه، ولی در هر حال در جنگ های قبیله یا اینها ماهیگیر و چیز. حالا بیایم ببینیم چیزهای دیگری هم ظاهرا. این مبحث تابوی من همیشه پر سوال ترین پرسش ترین مبحث هاست. گاهی هم نوزاد معمولا تابوه. برای نوزاد یک دلیل دیگه خواهم آورد. دختر و پسر در هنگام بلوغ، مادر طفل شیرخوار، اینها هم میتونن تابو باشن. من خودم هیچ وقت مدتی طول کشید که تا برای دختر و پسر در هنگام بلوغ بتونم دلیل پیدا کنم. میخوام ببینم چیزی به ذهن شما میاد. تشرف یا گذر زمانی، گذر از مرحله به مرحله. تقریبا بله. اگر ابتدایی تر حرف بزنیم، یعنی در حقیقت شما دوره ای را میکشید. میفهمید چی دارم میگم؟ دوره کودکی رو میکشید در حقیقت و نوجوان میشید یا به هر حال به یک مرحله جدیدتری قدم میذارید. مسئله نوزاد و مادر شیرخوار هم چرا چیز تابو به حساب میاد؟ این احتمالاً برمیگرده به یک عقیده بسیار کهن و به کانیبالیسم. یادتونه هفته پیش بود راجع به چی صحبت کردم که یک اقوام آدمخواری بودن که یکی رو کشته بودن، موضوع رو براتون بله صحبت کردم. کانیبالیسم یعنی همجنس خواری، معمولا در حیوانات زیاد وجود نداره. من تا اونجا البته حیوان شناسیم خیلی قوی نیست، ولی میدونم مثلا شیر شیر رو نمیخوره، ببر ببر رو نمیخوره و مثلا، ولی در بعضی از حیوانات مخصوصا جنس نر، نر کانیبالیسم داره، یعنی میاد و چیز رو میخوره. باز من برگردم به گربه داشتن خودم که صحبت رو کردم، همیشه وقتی نوزاد گربه هست میگن از گربه نر محافظتش کنید، گربه نر میاد این رو میگیره و میبره. این یک گربه نر حتی نوزاد انسان هم اگر، حالا اون نوزاد انسان رو برحال راهاش کنیم، ما فعلا تو کانیبالیسمیم، یعنی همجنس خواری هست. و اینه که به هر حال این حالت خیلی وجود داره. و یک کتابی بود خیلی قدیم من خوندم، دوباره تجدید چاپ شده است، انسان در اصل توحش، که اسم اولیش ظاهرا این نبود، مال خانم رید مانند هست که من اینجا الان چیزش رو اگر داشته باشم رفرنسشو بهتون بدم، حمید عنایتم ترجمهش کرده. صحبت از قبایل اولیه میکرد که میگفت که در قبایل اولیه که از ترس همین کانیبالیسم، مثلا رئیس قبیله زنهای مختلف داشت، تو کمه های خودشون بودن، کمه یعنی کلبه های کوچیکش، و از وقتی که یه زن باردار میشد هیچ مردی حق نداشت وارد اون کمه بشه. متوجه هست؟ یعنی اونایی که اینو از دید جامعه شناسی روان شناسی دیدن میگن این بازتاب یک نوع کانیبالیسمه، یعنی ترس داشتن که این جنس نر احیانا آسیبی برساند به نوزاد، یعنی همون بازگشت به کانیبالیسم. در اصول آفرینش خودمونم الان برسیم خواهید دید که اولین نوزاد، اولین زوج انسانی رو که به وجود میاد پدر و مادر میخورن از شدت دوست داشتن و بعدا خداوند این رو از اینا میگیره. من فکر میکنم نوزاد رو و یا زن شیرده رو اگر تابو به حساب میارن از ترس کانیبالیسمه، و بخصوص تو دهات و اینها که میدونید حجاب و اینا مسئله نیست، مرد و زن در جوامع روستایی ما هیچ اون چیز رو نداره که در جامعه شهری داره، اینا رو همتون بلد.
مرد هیچ وقت به دیدن زاو نمیره و بچه رو بغل هیچ مردی نمیدن تو جوامع روستایی. نمیدونم شنیدید یا دیدید یا نه. این هم به نظر من ریشش ریشه کانیبالیسمه. با زن کاری ندارن. در همین کتاب خانم رید که انسان در اصل توحشه میگه که در باغ وحش لندن میمون ها، میمون ذره به ما نزدیکتره دیگه، وقتی نوزادش رو میخواد به دست بکنه میگه اینقدر جا میگرده که میمون نر اونجا رو نشناسه، فقط میمون نر ها. از میمون نر چیز داره عبا داره. ببخشید آقایون، به هر حال کانیبالیسم در شما میتونه قوی تر باشه. و اینه که به هر حال من فکر میکنم این نوزاد و یا زن شیرده و اینها یه مقدار باید از این جریان باشه. نوزاد رو نمیتونیم همون مثلا کشتن دوره قبل برسیم؟ آخه نوزاد که هنوز خودش تازه به دنیا اومده. چی؟ نه از دوره جنینی به فرض کنم دیگه نمیدونم. به هر حال من اینو بیشتر گذاشتم تو مایه کانیبالیسم، میتونه اون هم باشه. فرضیات دیگه نه، گفتم بهتون معلوم نیست که حتما هرچی من میگم 100% همون باشه. بعد یواش یواش چیزهای دیگه هم میشه. مثلا یکی از چیزهایی که تابوه، مثلا حتی ما اون رو به صورت یک آیین مذهبی در آوردیم، دست زدن به میته، مردن. شما میدونید که کسی که اگر به مرده دست بزنه باید نماز میت بخونه، یعنی در حقیقت شما با یک مرده طرف ها و الا خب من دست زدم، درسته اون با یک میکروبی مرده اینا، ولی میگن ای دستت به چیز خود باید حتما نماز میت بخونی. حالا نه نماز میت هم نماز چرا، ترس از آخرت اینها هست، همه اینها به هر حال تابوه. بله شاید از ترس این که من اگر دست بزنم من هم مثل اون میشم، یک نوع همسانگرایی در حقیقت در اون بیجا. ریشه شو باید گشت. حالا ما میگیم غسل مسئله بعدی هست و یا همه چیز ها. اینها مال چیزهایی بودن که به هر حال در طی شخص و شیء و اینها بودن. حالا برگردیم به مسئله زبان. در زبان هم تابو هست. ما در گفتارمون بسیار معتقد به تابو هستیم. ما خیلی از واژه ها رو به کار نمیبریم. در اینجا که میرسم من همیشه ما ضبط صوتی معلم ها دیگه برهای چیزی رو همیشه تو کلاسام تعریف کردم. البته مدیون مرحوم دکتر خانلری هستم. اون اولین بار تابو در زبانشناسی رو در یه سلسله مقالات داره، مقالات زبانشناسی منتشر کرد. و مثالی که آورد بازم به خاطر تابو من از شما معذرت میخوام ولی نباید معذرت بخوام، واژه دستشویی بود. در اون مقالهش مطرح کرد، خب من الان بستش میدم بیشتر، که این واژه یه واژه تابوه. در جریان مدت ها شما ببینید من مجبورم هی بگم ببخشید، در حالی که نباید بگم ولی چون تابوه هی میگم ببخشید، که ببینید چه واژه هایی این مسیر رو طی کردن. خودتون میدونید دیگه، شایدم شما چون خیلی جوان هستید اون واژه های قدیمی رو زیاد بلد نباشید. مثلا تو روستاها زن هستن شوهرشون خلا میگن؟ خلا. بله اولی قدیم تران ها خلا بود، مستراح گفتن، بعدش هی دیدن خلا بد شد گفتن مستراح بد شد دستشویی گفتن، نمیدونم WC مدت. حالا دیگه خودتون میدونید تعدادش بسیار بسیار زیاده. تا الان نمیدونم چی میگن، دستشویی میگن دیگه، بازم اینم به زودی جاش رو خواهد داد. این تابو در زبان. حالا این تابو در زبان بسیار مسائل بیشتری رو به دنبال داشته، یعنی ما خیلی از کلمات رو به زبان نمیاریم. شما اسم زنتون رو نمیگید، میگید خونه، مادر حسن، بزعه، درسته یا نه؟ ها اصلا، یعنی اسم زن تابوه.
حالا فوری نگید نه خانم اینطور نیست، ما نمیگیم، من دارم در مجموع یک مسئله اجتماعی رو دارم مطرح میکنم. زن رو به هر حال یه نوع حالت تابو، این اسم زنش رو به زبون بیاره مگه میشه؟ ببخشینا در قرن 21 دارید زندگی میکنید، وقتی یه زن میمیره یه گل میذارن جای عکسش. یکی گفت تمام مادرها گل شدن، یعنی واقعا خب زشته دیگه. این یعنی یه نوع شما در حقیقت دارید تابو رو رواج میدید. چرا؟ اسم خیلی از خانواده ها، من نه اینکه حالا فکر کنید از مرده خوشم میاد، چیز مسئله جامعه شناسیه، من میخونم این آگهی های تسلیت رو، اسم دختر رو نمیذارن غالبا، پسرا و دختر و نواده ها. این هم زشته، یعنی من برای شخص من برخورنده است، توجه کردید؟ و در حقیقت تابوه، یعنی شرمش میاد اسم دخترش رو بگه، شرمش میاد اسم زنه. مادر که اینقدر براش محترمه یه گل میذاره سر جاش. هیچ وقت فکر کرده؟ تابوه دیگه، دقیقا تابوه. یعنی نمیتونیم بشکنیم. ببینید اول جلسات براتون گفتم خیال میکنیم از دنیای اساطیری و چیزی اومدیم بیرون، قدم به قدم گردنمونو گرفته. قبول دارید یا ندارید؟ بگید نه که من خوشحال بشم که بالاخره یه جایی باید با هم دیگه بحث کنیم. حالا بعد اون وقت بعضی شخصیت ها هم بیشتر تابو هم در مقدسات. حالا چرا؟ باید دید چرا. شما این باز مسئله است که من در اغلب کلاس هم این موضوع رو مطرح میکنم. خب ما ها هممون خداشناسیم، خیلی خوب. بعد از خدا پیغمبر رو داریم، بعد امام. ما به راحتی وقتی میگیم دروغ میگیم، میگیم با خدا من نگفتم ولی گفتم، به پیغمبر نگفتم، راحت. اما وقتی میرسید به حضرت عباس دیگه قسم میترسیم، تابوه براتون. چرا؟ معلوم نیست. البته من میدونم چرا، به دلیل اینکه از مثلا رشادتش اینا، یعنی حاضرید قسم دروغ به خدا بخورید، به پیغمبر بخورید، درست میگم یا نه؟ بگید نه. ولی حضرت عباس براتون تابوه؟ نه، اونو دیگه نه، اون دیگه شوخی نداره، اون به دستون گردنم میگیره. خدا باز کنار میام باش، با پیغمبر کلاهی میام، ولی با اون یکی که، درست میگم؟ یعنی اینا همه، ببینید چقدر ما داریم با تابو زندگی میکنیم. این عبارت حاج خانوم هم همینه. حالا سب کن دخترم، اون حاج خانوم نه، اون دیگه چی؟ اون موضوع دیگه است، اجازه بدید تا به اون نرسید، چون یکی از اون چیزاییست که وقتی به من میگم من میپرم بهشون. و بعد و حالا این پس شد آدم هایی که بله راجع به همینه. حتما نباید پیش زمینه ترس. شما دیر اومدین خانم، گفتم اینا رو. نه میگم که به خاطر اینکه شما میفرمایید که مثلا توی آگهی ترکیب خانم از گل میذارن، میگم این لزوما چرا میترپد؟ چرا مال پدرشو میذاره؟ نه میگم به خاطر اون مثلا اون عقاید اسلامی که مثلا عزیزم داری یه ذره مسائل رو قاطی میکنی. ما گفتیم اولا با چی کار نداریم، اون جای خود داره، ولی چرا به زنش اسم زنشو نمیاره؟ پس یه چیزی پشتوانه است دیگه، تابو برای چی به وجود میاد؟ نه همین رو میخوام بدونم، نه اینکه بگم از دور اول نداره، میخوام بدونم که تو تابو لزوما عنصر ترس نباید باشه. نه گفتم ترس، احترام و بعدم عوامل اجتماعی، اینو اول گفتم برای اینکه قواعد رو بگم. ولی دیگه شما از گفتن واژه دستشویی که نمیترسین که، این به هر حال تابوهای لفظی هست، لابوهای مهمتر از همه. در اخیرم شما بعضی اسما رو به زبون نمیارید از ترس اینکه مبادا بیاد. در آذربایجان به عقرب میگن آدیوخ. اینجا آذربایجانی داریم یا نداریم؟ آد یعنی اسم، یوخ یعنی نداره. میگه حیوانی که اسم ندارد، چون من اگه بگم عقرب پوری میاد منو میگزه، میفهمین؟ یا مار. بچه‌هایی که سر کلاسم بودن تمام اینها از شهرهای خودشون گفتن. مثلا میگفتن تو شهر سوار به سرطان میگن بینوم، مرض بینوم. یکی از چیزهایی که به نظر من شدیداً بیجا تابو شده است، بیجا تابو شده است، مرض سرطان. بابا یه بیماری کبد تو هم میتونه درد بگیره، اینم میتونه درد بگیره، درسته یا نه؟ ولی من بارها شده زنگ میزنم فلانی چشه،
چه بالاخره چه مرضی داره تا آخرش به من نمیگه. تابوه یه چیز معمولی رو که میتونه باشه. ببینید ما چقدر ضعیفیم، تمام ضعفمونه دیگه، اینا همش ضعف بشره. که در مورد چیز بسیار زیاد من دارم که بچه ها در هر شهرشون گفتن به چیز ما، به مار مثلا میگن لانتی یعنی لعنتی، اسم مار رو به حساب نمیارم. من الان وقتم واقعا گرفته میشه، ولی اگر من رو رها کنید انقدر راجع به این تابوا میتونم براتون صحبت کنم، چون که از موارد بسیار مورد علاقه همه، خیلی خیلی مورد علاقه همه. اولا یه مقدار از این که زن خیلی تابوه، خیلی رنج میبرم از این موضوع، برای اینکه از حالت انسانیت بیرون میاد، توجه میکنه تبدیل به یک حیوان و میوان اینطور چیزا میشه. ببخشینا من خودم چون زنم راحت میتونم صحبت کنم و خیلی مسائل دیگه. بعد دیگه اجازه بدیم بگذاریم، من میدونم همتون دوست داریم من بیشتر صحبت کنم، ولی جانم خانم دکتر، من که در مورد کاربرد تاروت تو جامعه بدوی بدونم، مثلا وقتی که در مورد فتیش داریم صحبت میکنیم کارکرد مثبت داره، مثلا زن زاهو رو اگر ازش یه تابویی میذارن برای اینه که جان خودش و کودکش حفظ بشه، آیا تابو هم کارکرد؟ تابو نه، تابو وحشته. من فکر کنم در جوامع ابتدایی بیشتر وحشت و چیزه هستن و این شخصیت پروری ما و تابو بودن الان هم هست. شما توجه میکنید، یعنی شما برای خودتون یه شخصیت هایی میسازید، بعد ازش میترسید، اسمشو به زبون نمیارید. خیلی موارد اینطوری هست. بعد مهمتر از همه چیز دیگه ای میخوام بگم، میگم خیلی دوست داشتم بیشتر بمونم، ولی اگر اینطور باشه ما باید مثلا 20 جلسه درس بدیم به شما. مسئله دیگه یک اندیشه است و این اون چیزیست که ما بسیار الان مبتلا بهش هستیم. راجع به یک موضوعی نباید ترسد. حالا مثال ابتدایی ترشو بهتون بگم. مثلا شما یه در خانوادتون یه پسر عمو داشتید که معتاد شده و رفته و فلان و این. اصلا تو اون خانواده راجع به این پسر عمو صحبت نمیشه، تو گویی فرامرز اصلا نبود. این یکی. ولی در مسائل اندیشه‌ای و فکری هم یه فکر چیزه، نباید راجع بهش صحبت کرد. من نمیدونم زبونم باز بشه بگم خیلی چیزها رو یا نگم. الان مثلا راجع به یک نفر شما اصلا نباید حرف بزنید، مگه این تابو نیست؟ تابوه دیگه. اینا همه شما دارید تو تابوها زندگی میکنید، میکنیم، چرا من بگم شما، درسته؟ راجع به شخص دیگه دارید میبینید دیگه خودتون، یا راجع به یک اندیشه. نمیگم اون اندیشه خوبه، اصلا اصلا نمیخوام بگم. ولی چرا نباید راجع به شخص زد؟ احساس نمی کنید در قرن 21 راجع به یک اندیشه خودتون میدونید، راجع به مثلا من نمیگم مثلا باهیت خوبه یا بده، اصلا به من ربطی نداره، من نه در تخصصم نه در. ولی الان شما راجع به این نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی یه رساله بگیری، بهش معتقد نیستی ها، ولی یه پدیده بوده، ولی حق نداری حرف بزنی. در غرب راجع به نازیسم حالا یه ذره اخیراً دارن حرف میزنن، بعد از هیتلر، بعد از اینکه به بعد نازی ها پیروز، اصلا واژه نازیسم تو نباید بگی. باز من همیشه اینو تو کلاسم گفتم، برادرزادم اسمش نازی بود، نازنین بود، ما بهش میگفتیم نازی، میگفتن تو جای نگین اسمش، مدرسه رفته بود گفته بودن اسمت چیه، گفته بود نه، گفته بود نه نه تو نوزی هستی، که گریه که من چرا به من میگن نوزی به جای نازی، برای اینکه واژه نازی بود. یعنی فقط ما نیستیم، خیلی از جوامع بعضی چیزها رو دارن منتها تابوه براشون، ولی ماها به هر حال خیلی بیشتر، شاید برای اینکه دست و پامون خیلی بیشتر گرفتاری. ببینید الان من برای شما چقدر مورد شمردم و چقدر مورد اینجا نوشتم که نمیشمارم. خب اینا همه برای شما اسطوره درست میگن. یعنی چی میشه؟ یعنی حالا میگید این به اسطوره چه ربطی داره؟ شما از اون شخصی که اینو میگید یک چیز عجیب غریب میسازید. این شبا میاد بیرون، این فلان میشود، این میتواند این کارو بکند، این میتواند. یعنی یک آدم موجود طبیعی که برای شما حالت تابو میگیره تبدیل میشود به یک شخصیت عجیب و غریب و ازش یک اسطوره میسازید. و بله اوکیش، بله بعد تمام اینها مسئله است.
که یعنی شما خانم میگن که همه دنبال اسطوره میگشتن، برای اینکه یواش یواش آدما دارن میبینن که تو دنیای اسطوره‌ای دارن زندگی میکنن، خیال میکردن تو دنیای تاریخی هستن. نه نه، همینجور موندیم ما تو دنیای اسطوره‌ای. چهره ائمه و پیامبران رو نمی‌بینیم، تابوه دیگه. بله، مثلا شاه ژاپن، امپراتور ژاپن هیچ وقت نباید میومد خودش رو چیز میکرد. یا مثلا الان که من موافق این حرف نیستم، میگم مثلا در ایران باستان حجاب بوده است که باز نریم بگین حجاب خیلی خوبه، ما به ما گفتن ما هم حجاب رو رعایت میکنیم، ولی این دروغه که گفتن در ایران باستان حجاب بوده است. اگر بعضی خانم های اشراف روی خودشون رو مینداختن، برای اینکه مثلا یک نوع حالت تابوی مانند داشته است که بگم. از چه نظر میگم؟ چون که میگم البته الان ما باید مراعات کنیم، حتما هم محترمه، خیلی هم خوبه حجاب، من اصلا با اون ندارم، ولی این که میگم در ایران باستان نبوده است، برای اینکه نمونه اصلیش اردابیرافنامه است. اردابیرافنامه یک کتابی است که مثل دانته یک اردابیراف میرود به دوزخ و در نتیجه آدم ها گناه هایی رو که کردن بابت اونا میبینه کجاست. زنی که زنا کرده، زنی که به بچه شیر نداده، اون که دزدیده، اونی که فلان 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 فلان. ولی من چون همین کتاب خودم ترجمه کردم و دیگران، شما حتی یک مورد نمیبینید که زنی را اونجا گذاشته باشن به خاطر نرید بگید خانم گفت حجاب بدا. من نگفتم، حجاب بسیار خوبه. من میگم در نگید که در اون دوره بود است، برای اینکه در اون دوره اگر بود، یک مورد از این زنهایی که داشتن در دوزخ عذاب میدیدند میبایست برای این باشه که موشون دیده شده. توجه کردید من به این دلیل گفتم، و الا الان هممون باید حجاب رو رعایت کنیم. روحانیت، زرتشتی و مندایی، حالا میدونم پنامی که زرتشتی نه، اون برای این که نفس بد نخوره. بله، ولی باز میگن چون مندایی ها اینو دارن، مندایی ها حساب این مندایی، اونها با صورت نمیپوشونه، دهن رو میده، پنام. اصلا واژه پنام، اونها هم پنام میگن، از دوره اشکانیان وارد اونها شدن، پدام میگن. نه اصلا نده، نه بوی بده دیگه، آخه همش ماله این. خب بریم بچه ها دیگه، من خیلی نمونم این تو. منو دیگه تا آخر یه دفعه میبینیم شد ساعت 5:30 و من همش دارم راجع به تابو صحبت میکنم، چون همیشه هم همینطور بوده. مرحله بعدی که باز صحبتش رو میخواستم بکنم توتم هست. توتم، توتم و توتمیست. توتم هم یک واژه است که مربوط به امریکای شمالیه، در اونجا مفهوم در خیشاوندی داره و بیشتر تایفه هایی که نام حیوانات دارند، این در حقیقت برمیگردد به توتم. بازم همون جمله همیشگی مخواهم گفت، نوعی عقاید و اعمال عمومی هست، در این حال که جنبه دینی و سحری نداره، اصلا همه اونا هم یه چیزی در درونش هست. چی هست؟ بشر اولی نسبت به حیواناتی که دور و بر خودش بوده یک نوع احساس خویشاوندی میکرد، میدیده اونم مثل اینا میدوه، مثل اینا برحال تولید مثل میکنه، غذا میخوره و بعدش هم به دنیا میاد و میمیره. پس در نتیجه فکر میکرده خب من که با این حیوانات دور و برم هستم یک نوع خویشاوندی دارم و خیلی خودش رو شبیه به اونها میدونسته. پس به این فکر افتاده که این با اطراف، یعنی حیوانات پیرامون خودش، با این خویشاوندی در حقیقت اون توتم اینها هست، یعنی نشانه خانوادگی و خویشاوندی اون هست با یک حیوان. این بسیار متداول بوده است در قبایل دیگه، که بعضی ها مثلا میگن که اشترافس معمولا میگه، میگه خاطره یک حیوان یا بودن معمولی ترین حیوانی که در اون قبیله هست، همیشه انسان رو، اون انسان اون قبیله رو به قول معروف به فکر فرو برده. منتها بعضی وقتا هم شکار اصلی که مال همون جا هست، وقت حالا میمونه که آیا باید این رو بخوره یا نخوره. بعضی ها نمیخورن، برای اونها حرام میشود، ولی بعضی ها میخورن و قبل از اینکه اون رو به حساب شکار کنند یک
معذرتی ازش میخوان و بعد در حقیقت اون رو بعد میخورن. منتها توتم ها فرق داشته، خیلی ها با خرس قرابت داشتن، خیلی ها با گاو داشتن. حالا گفتم یا برای اینه که خوراکشون از اونا تامین میشده یا زیادتر اونجا بوده از یکی از اینا. و گاهی هم توتم ها نباتی میشند، گیاهی میشند، گاهی خاک میشود توتم. مثلا ایران میدونید که دوتا شاخه ریواز است که توتم ما رو تشکیل میده. ما اما در اسلام میگیم که ما از خاک برخواستیم و بر خاک میشویم. در حقیقت توتممون رو از مقدار خاکی میگیریم. بله، حالا در این مورد ما با این چیزها چیکار کنیم؟ با این جانوران یا گیاهانمون باید هی دعا کنیم، هی سحر بخونیم، هی نیایشهایی بکنیم که اون زیاد بشه. و یا اینکه گفتم در مواردی هست که ازش اجازه میگیریم و میخوریمش، اینم هست. منتهای جالبه که هر کس توتم خودشو خیلی محترم میداره، ولی به راحتی به توتمون یکی میتونه توهین کنه و گاهی جنگ توتم ها میشود. نام خانوادگی هایی که معمولا دارند آدم ها با یک وند یا با هر چیزی، مخصوصا در ایران هم هست گاهی، که اینها همش برمیگرده به توتم. علامت های روی پرچم، علامت های خانوادگی، علامتی که مثلا رو پرچم مثلا میگن درفش کاویانی بوده یا هرچی، اینها همشون به نوعی برمیگردن در حقیقت به توتم. من خیلی سریع میکنم، سریع برم در حالی کهش مسابقه میلم نیست. سیادت هم همینجور محسوب میشه؟ جا؟ سیادت هم همینجور محسوب میشه؟ سیادت سید بودن؟ نمیتونم ندی، اون یه چیز دیگه است. اون به یه خانواده خودمون تصب کردم، یه چیزی توتمی نمیشه. حالا ملکه انگلیسان رو هم هزمون، بله، اون نه توتمی برحال نمیشه. مسئله دیگری که البته کمی چیزتر هست، حساستره، مسئله ماناست که اخیراً هم خیلی مد روز شده است. مانا، مانا خودش معنیش به معنی یک نیروی حیاتی یا دینامیسمه. از لغت یک مالایی میاد، مالایایی میاد که مجمع جزایری در استرالیا است. الحمدلله که استرالیا دیگه شده دم خونم و همه میرن و میان و فامیلاتون اونجا هستن، ولی اون موقع خیلی دور افتاده بود. و در نتیجه وقتی که آدم ها رفتن دیدن که به هر حال اونها خیلی اعتقاد به یک نوع نیروی پنهان در اشیا دارند، یک قدرت ساکت و نامعلوم در اشیا که شبیه نیروهای مافوق طبیعی که به خودی خود میتونه به فعالیت بیفته. مافوق قدرت حیاتی موجود در آن شیء است. به وسیله اشخاصی دهی میتونه این قدرت ظاهر بشه. این ویژگی رو داره که از یکی به یکی دیگه منتقل بشه. مثلا اگر گرشاس پهلوانه، گرشاس میتواند پهلوانیش رو به جوری به رستم وصل کنه، غالبا به دلیل شیی از اون چیز. مثلا گرز گرشاس به دست رستم خواهد رسید و با گرز گرشاس بس که رستم میشود. من خیلی سعی کردم اینو با اعتقادات خودمون یه جوری همسانی بدم. دیدم خیلی شبیه فره ماست که هر کسی یه فره‌ای داره، مطابق اون فره پنهان در وجود ماست، باید اون فره به جنبش درآد. یعنی ما با کارهامون میتونیم این فره رو قوی تر کنیم یا این فرهمون رو بمیرانیم. من یه مقدار به فکر یه همچی چیزی هم بودن که میتونیم آیا مثلا این کار رو بکنیم. یه دفعه میبینید که مثلا استخوان یک مرده که
ما حالا میگیم دین الان، ولی چیزی از آن مرده در آن است. من اون رو میگیرم و در کنار خودم نگه میدارم. بسیاری از ویژگی های مهم اون، چون مال همه رو که نمیگیریم، مال یک موجود بسیار مهمی رو میگیریم، به نوعی به خودمون وصل میکنیم با اون شی، یعنی یک همچه حالتی. حتی اون شکوه آفرینش که مثلا هست، این رو میگن به خاطر ماناییست که در وجود اهورامزدا است. یعنی همه چیز، اگر یک شیری خوب میده شکار میکنه و میدوه، این برای اینه که یک مانای خاص خودش رو داره که مخصوص به اونه. همه شیرها ممکن اونجوری نباشن، همه پهلوانها رستم نمیشن، ها، همه پهلوانها گرشاسب نمیشن. پس هر کدوم اونها شما میتونید بخشی از این چیزتون رو، ماناتون رو به دیگری بدید. مثال خوب ما ردا پوشیه، یعنی مثلا خرق پوشی تصوفه. شما وقتی که یک مراد در حقیقت به مرید خودش خرقه میپوشانه، در حقیقت از مانای خودش مقداری رو به اون میده. متوجه میشید چی دارم میگم؟ چون کمی هضمش مشکله، مانا همیشه برای دانشجویان من سخت بوده است، هضم کردن مانا. میگه برای اینکه اگر شما میبینید بعضی اشیا خیلی خوبن، بعضی اشخاص خیلی خوبن، این به خاطر مانایی است که اونها در وجود دارن، یا خودشون داشتن یا از کسان دیگه این رو اخذ کردن. احیانا مثلا این میز مانا داره ولی الان تکون نمیخوره. من اینجا هم شبیه به یه اتمی میکنم که خب ما میدونیم که چیزهای بیجان میتونن تکون بخورن. وقتی که اون مانای این به حرکت درآد، این میز حرکت میکنه، یعنی یک قدرت فوق‌العاده بهش داده میشه. مانا رو پس از یکی شما میتونید کسب کنید، از یکی میتونید ببرید. من نمیدونم اینو زیاد میتونم، مثلا انگشتر پدر رو میدن به پسر بزرگتر، در حقیقت مانایی از اون رو میبخشن به نسل بعدی. و خیلی چیزها از این قبیل در حقیقت مانا یه حالت بسیار پنهانی هست که در مثلا یه وجود یکی باشه. بدون اینکه آدم ها بدونن، مثلا من دیدم دگمه لباس یک آدم محبوبی رو که رفته نگه میدارن و به خودشون یا میبندن یا یه کاری میکنن، و خیلی چیزهای دیگری که از این، بله، این موی سر رو میگیرن به خودش. یعنی در حقیقت البته به شرطی که اعتقاد به اون باشه که اون آدم آدم مهمیه، کارهای درخشان میتونه انجام بده و خیلی چیز. خب خانم شما چی میخواستیم بگی؟ خانم دکتر، واژه پیر رو در ادبیات پسینمون میتونیم همون مانا و خب بله، یه پیر بزرگ هم داریم. نه همیشه پیر نیست، منظور یک چیزی که در آن پیر هست، ولی خود پیر نمیتونه باشه. اون چیزی که در اون هست، اون رو ما بیشتر البته میتونیم بگیم. اگر مایل باشید بیشتر بدونید، میشل یاده یک کتاب داره، رساله در تاریخ ادیان، صفحه 38 به بعدش بسیار راجع به مانا بحث کرده است که میتونید اونها رو، بله، احیانا من اینو برای کلاس هم نوشته بودم، به شما هم دارم میگم، نمیدونم، بله، رساله در تاریخ ادیان مال میشل یاده است که بله. آره دیگه، مثلا شیر رو میگیرن، میگن یک شیر و حتما دیگه از اون میخواد قدرت شیر رو بگیره. کشتی همینطوره، البته اون رو مثلا میتونی تو فتیش بذاری، مثلا اون دندون شیر رو، ولی اینجا من بیشتر مثلا از این هم بیشترین مثال خوبی رو که میتونم بدم ردا پوشی تصوفه. یعنی یک کسی دیگری رو از خودش در حقیقت بخشی از وجودش رو میده به اون. اجازه بدید زیاد نمونم، ولی دو تقصیر خودتون میشه، من اون وقت ایران رو تموم نمی کنم. مثلا که مثلا بعضی اشیاء عتیقه یا مخصوص اشخاص خاص به قیمت های خیلی، نه با اون دیگه به اعتقاد مانایی پشتش هم، من فکر نمی کنم اون اعتقاد ثروت اندوزی هست که اون نمیشتش. بله، به هر حال توتم و توتمیسم هم گفتم.
برم دارم سری میرم جلو و الا خیلی دلم میخواد بمونم، یعنی انقدر مبحثا شیرین هستن خودم میدونم، ولی میگم زمانمون کمه برای اینکه کارتون رو شما دیدید؟ بله. کارتون نگاه بله وقتی من بله من وقتی خیلی خلقم تنگه بستر نگاه میکنم. میدونم دست بله الان مثلا میخوام میگن البته در دوره های بعد اینطور خواهد شد که ما و شما هم نخواهید دید، نمیدونم نوه‌های شما ببینن یا نه، که مثلا یه ذره مغز انیشتن رو نگه میدارن حسابی میرین میگید من یه بچه مثل انیشتن میخوام مثلا اونو میدم بهتون دیگه، اون حتما همون ماناش میشه دیگه. بله بگذاریم. یه مورد دیگه رو که میخواستم بهتون بگم انیمیسم است. انیمیسم اصطلاحش یا جانگرایی هم بهش میگن، جانپنداری هم بهش میگن. اینم ما بهش زیاد معتقد هستیم ماها، بینا وقتی میگم ماها یعنی خیال نکنید من معتقدم، من هر چیزی رو طوری میگم که انگار خودم اعتقاد دارم، ولی به هر حال منظورم اینه که پیروان بیشتری داره. اونم اعتقاد بر اینه که همه موجودات زنده و به خصوص انسان دارای یک روح و روانه که مخفیه. حالا من اینو همسانی خواهم داد با یکی از اعتقادات باستانی خودم که میگه که این مخفیه در هنگام خواب و رویا موقتا میتونه از بدن خارج بشه و به خصوص در آخرین لحظه حیات هست که بدن رو به طور قطع ترک میکنه. اونا برای اینا که جانگرا هستن برای روحا خیلی چیزهای شکل و صورت و احساسات و عواطف و اراده و اینها قائلن، اصلا یک نوع کارگزینی میدن به این دم و دستگاه روح که چیکار میتونن بکنن، از ما خشمگین بشن، چه مثلا ممکنه آسیب برسونن، از ما خوشنود بشن. نه حالا این نفس بعدی مال پدر مادر احترام به امواته، ولی این همینجور حالت خاص رو داره و ما باید میشه اونا رو اداره کرد. اینا در یه لحظه گفتم بدن رو ترک میکنن میرن. یادتونه هفته پیش بود راجع به تیول عرض چیزی گفتم با شما؟ گفتم تو این کلاس بود دیگه؟ نه گفتم. ببینید مثلا فکر کنم تو این کلاس نه که گفته بودم که بالاخره یکی یادش بود، نمیدونم این واژه تیول عرض رو خیلی احتمالا شنیدید. مثلا کسی تو شمالی میگه من به خدا دیدم ایشون اومد جلو من راه رفت و رفت مثلا، و شدیدنم اعتقاد دارم، در حالی که این خودش تو تهرانه. بعد میگن این تیول عرض کرده، یعنی بدنش هست و روحش رفته اونجا، این خودش رو نشون داده. این رو به چیز روان و اینها خیلی نسبت میدن و بعد ازش میترسن، یک مرکزیت غیبی براشون قائلند و اینها. من یک کمی اینو شبیه میکنم به فروهری که در ایران باستان بهش اعتقاد داشتن. ببینید در حالا من اینو در ایران خواهم گفت، ولی بد نیست که الان یه اشاره بکنم در موردی که راجع به روان در ایران صحبت خواهم کرد بیشتر میگم بهتون. ما معمولاً عقیده داریم که یه تن داریم و یه روح دیگه، بیشتر از این معمولا در اعتقادات خودمون قائل نیست، ولی در حقیقت غافل میشیم که ما یه جان داریم. میگیم فلانی جان داد، در حالی که روحش که نرفته که. پس جان هم یک نیروی که در بدن وجود داره. پس ما فقط یک روح و یک تن نداریم، ما احتمالا یک جان هم داریم. متوجه میشید چی دارم میگم؟ در ایران در اعتقادات باستانیان مزدی اصنیای ما هر انسانی تنها این رو نداره، تنش که رها کنید روان داره درسته، ولی یک فروهر داره، اما یه فره داره که فر رو راجبش گفتم. فر نیروی خدادادی هست که از اهورامزدا درست از کنار اهورامزدا میاد مثل یک نور و در ما جا میگیره. ما هممون یه فره داریم که اونو شبیه کردم یادتونه به ما الان گفتم، یعنی اون نیروی پنهانی ماست، پنهانی که نیست، ما اصلا برای اون آفریده شدیم، یعنی ما هر کدومون یه خیشکاری داریم، خیشکاری یعنی انجام وظیفه. و در متون پهلوی خیشکاری با چیز معمولا چیز مترادفه، فر و خیشکاری،
ما با اون نیرو هست که میتونیم هر کدومون کار خودمون رو خوب انجام بدیم. اگر کشاورزیم خوب کشاورزی کنیم، اگر آموزگاریم خوب درس بدیم، اگر دانشیم خوب بگیریم. یعنی همونی که الان بهتون گفتم، اون دینامیسمی که در وجودمون هست. پس یه فره داریم، بعد یه فروهر داریم. فروهر چیه؟ فروهر خود آن جهانی ماست. یعنی هر انسانی که قراره انسان بشود، یه خود ذات آن جهانی داره، عین خود ماست در اون جهانه، با این تفاوت که اون هیچ وقت گناهکار نمیشه. ما با روانی که در وجودمون هست گناهکار میشیم. در نتیجه فروهر هیچ وقت پاسخگوی گناهان نیست، روان هست که پاسخگوی گناهان. متوجه هستید چی دارم میگم؟ این فروهر هست که همیشه پاک میمونه، توجه میکنید، و در مواردی به کمک ما میاد به ما سر میزنه، ببینه ما، یعنی میتونه از ما آزرده بشه ولی میتونم خوشحال بشه از ما. و شما همتون دیگه اینو تو مقالات ما خوندین یا جای دیگه دیدین که در نوروز در حقیقت جشن آمدن فروهرها به زمینه، که هر کدومشون میان برای اینکه سر بزنن به بازماندگانشون و ببینن خانهشان روشن است. که ما معمولا، حالا دیگه وارد مباحث شیرین تری نشم، که راه رو ما با آتش هایی که روشن میکنیم راه رو بر اونها مینمایانیم، به آنها سعی میکنیم در عید حرفای خوب بزنیم، چراغ رو روشن نگه داریم، خونه رو تمیز نگه داریم، برای اینکه فروهرها قراره بیان. یعنی خودهای آن جهانی ما. این خود جهانی من میتونه تیل ارز احیانم بکنه، متوجه؟ یعنی میتونه از یه جایی به جای دیگه ای بره. اینایی که من میگم خیال نکنید با اعتقاد دارم میگم، من آنچه را که اعتقاد داشته اند دارم به شما میگم. و این در حقیقت یک بس نوع دیگه. پس ما یه روان داریم، یه تن داریم و بعد یک جان داریم، درست؟ جان همون نیروی دینامیک بدنه که شما با اون اولین نفسی که بچه میگیره و جیغ میزنه، این درجه کنه به زندگی در حقیقت میاد. از جان با فروهر فرق میکنه؟ آره حتما باش فرق میکنه. در اینکه جان یه نیرویست که همین شما رو به جنبش در میاد. فروهر با شما کاری نداره، فقط مواظب به شما هست، توجه، مواظب به ماست، خود آن جهانی ما. من نمیتونم فرق قائل بشم بین فره ایزدی و فروهر؟ ببین، فره رو ببرید تو مقوله فره. من یه مقاله دارم، فره نیروی آسمانی، انواع فره ها رو نوشتم، فره ایزدی، فره شاهی، و تو اون مجموع مقالات من جلد اولش دیدی دیگه، زبان فرهنگ استورت، اونجا اینو نوشتم. جا نه بزرگی نیست خانم، این معانی است که بعدم پیدا کرده است در ادبیات ما، این معانی ثانویه که پیدا کرده است، چون ولی معانی اصلیش فر یک ودیه الهیه. خیلی هم من بهش اعتقاد، یعنی تو سخنرانی هم اینا اغلب اونایی که بودن شنیدم من راجع به فر رو فرده خیلی صحبت کردم. جان نزدم همزاد میشه فروهر، فروهر میشه همزاد آن جهانی ما، فر میشه اون نیروی که شما اهورامزدا شما را آفریده است برای اون کار، و فره اون کار رو در شما گذاشته. که همیشه خیال میکردم فره فقط مال شاهانه یا مال پیامبرانه، نه، یعنی اول بارم مول این موضوع رو پیش کشید و بعدن دیگران پروروندن، منم خیلی پروروندمش بعدن. فره اینه که همه فره دارن، هیچ بالا و پایین نداره. یه پزشک فره پزشکی داره، یه زمینشور فره زمینشوری داره، متوجه هستید؟ یعنی هر کاری رو شما خوب انجام بدهید شما فره دارید، به فرتون اهمیت دادید و شایسته بودن اون فره است. جان ذات، نه اسمش اصلا چیز دیگه نذار، بذار فره. و این فره هست که میگریزه، فره هر این شخص نمیگریزه، فره هر مال ماست، نمیتونه بره. فره
همون نیروست که شما رو آفریدن و اونو در شما به ودیه گذاشته، به در وجود زردوش گذاشته برای اینکه پیامبر خوبی باشه، در وجود جمشید گذاشته برای اینکه شاه خوبی باشه. به محض اینکه او شاه بدی میشود، مغرور میشود، فر ازش میگریزه و وقتی فر گزریخت تمام بدبختی ها سر آدم. پرور هیچ وقت، پرور از ما میتونه آزرده بشه به دلیل گناهانی که میکنیم، ولی ما رو رها نخواهد کرد و سرانجام با پایمردی پرورها هست که ما از دوزخ رهایی پیدا خواهیم کرد. فهمیدید کمی یا نه؟ بله؟ ببینید، پره به ما داده شده است تا اون وظیفه‌ای که برای ما گذاشتن، من آموزگاری من وظیفم، تا وقتی که من آموزگار خوبی باشم پره در من هست. وقتی من شروع میکنم وظیفم رو خوب انجام نمیدم، اون وقت است که فره دیگه نمیتونه دوام بیاره و میگریزه و در نتیجه بدبختی رو بدبختی برای من میاد. جمشید یک شاه خوب بود، همه کار میکرد، در یه لحظه غرور او را فرا میگیره و در خودش احساس خدایی میکنه. البته اهریمن ظاهرم فریبش خواهد داد، حالا من مفصل تر صحبت خواهم کرد براتون. اونجا هست که وقتی فر میگریزه دیگه جمشید بدبخت میشه، سرگردان میشه، نمیتونه پیدا کنه. فره با فروهر فرق داره. خیلی ها اینو نمیدونن و اشتباه میکنن و خیال میکنن این تندیس هایی که در تخت جمشید هست مال شاهانه، فره اونهاست، در حالی که این فروهر اونهاست. همه کس بله، فره کوها، فره شهرها. اگر مقاله من رو بخونید، من تقریبا تمام اینها رو بحث کردم براش و فره ها رو تقسیم کردم کیا چجور فره داره. و اولا همیشه فکر میکردم فقط فره مال شاهانه. بله، شاهان هم فره داره. تمام کوه‌ها و اینها، تمام تو زامبیاد یشت اینا به کوه‌ها و اینها فره میده. یه وقتی از فره ایرانی هست، حالا اجازه شما همه تو ماشاءالله دلتون میخواد زود جلو برید، اون فره ایرانی هست که ضحاک یا افراسیاب میخوان از ایران بدزدن و برزیزد یا افامنپات نمیذاره و دنبالش میکنه و در نتیجه فره ایرانی رو نمیذاره دست ان ایران بیاد. اینه قشنگیش در اینجا. شما چجوری مواظبت کردید؟ نتونستین دیگه یه قدرت. برای مفاهیم کلان هم فره خاص وجود داره، برای هر چیزی. یه چیزی من فهمیدم، فره در اجزا تعریف میشه، یعنی جز جز هستی یه فره برای خودش داره. جوز من در موجودات میگم، من موجودات رو میگم. بعد خب اجازه بدید دیگه برم جلو، شما نمیذارید من مطابق برنامه که برای شما تنظیم کردم جلو برم. بعد کمی مفهوم شد دیگه، من قرار نیست که ناگهان تمام علوم عالم رو در این ساعت من به شما تزریق کنم، نه خودم بلدم نه قدرت تنظیمش رو دارم. به هر حال از به قول معروف میگن از هر چمن گلی میچینیم ما دیگه. خودتون اگر گلستان دلتون میخواد برین دنبالش دیگه، من رفرنس ها رو بهتون میدم و اون وقت دیگه با خودتون بقیهش رو برید. ما فقط کلید کوچیک دستتون میدیم تا دنبالش برید. خب دیگه پس روح رو هم گفتیم، حالا میاییم به بخشی که ما هممون شدیدن مراعاتش میکنیم. بانم احترام به بزرگداشت مردگان هست و فروهر. خواستم دعینه ها اینا رو هم بگم، بایم بگم، من تا دیدم برای هنوز ذهن آماده نیست که ما نیروهای دیگه ای هم داریم، نیرویی که بتونیم دین خوبی برگزینیم، نیرویی که بتونیم وجدان خوبی داشته باشیم، بوی و دین و اینها. اینا رو گذاشتم دیگه ذره بعدتر، چون الان میبینم تا میگم اینقدر سوال در ذهن شما به وجود میاد که هضمش براتون یکم مشکل. بله،
اما ما هممون یادتون نره دارم چی میگم بهتون، بنمایه های اساطیری رو میگم، یعنی تمام اینها رو یه جای پایی شما در اسطوره ها دارید. اینه. بعد بزرگداشت مردگان هست و پرستش نیاپرستی در حقیقت که اینم خیلی خیلی در ماها رواج داره. احترام به درگذشته، به فرد درگذشته در اعتقادات بشری جای بسیار محکم داره. برای اینکه آدم‌هایی که خیلی قوی هستن، مثلا پدر خاندان یا مثلا چه میدونم کسی که شاهب خیلی بزرگ، اینا اصلا تصور فنا و نیستی برای اونها نمی گنجه در ذهن یک انسان ابتدایی و بدوی. یا عزیز خیلی بوده، یا بسیار محترم بوده، یا بسیار مقتدر بوده، همه اینها هست و اینها این رو نمیده. حالا بیشتر حالا بگیم خیلی خیلی اولیه، بعد میدن اینو خوابشو میبینن و این خواب به اینها نشون میداده که پس اینا هستن هنوز، برای اینکه من دیدم راه رفتن، من دیدم با من حرف زدن. یا تا برسه انسان خواب رو بدونه رویاست، هنوز هم خیلی ها خواب رو فقط رویا نمیدونند و خیلی براش نیرو قائلن. خب اینه که این مرده ها در میان بعضی اقوام به صورت موجودات قابل پرستشی دارن و برای اونها زندگی های نظیر زندگی مادی قائل میشن. خب دیگه همه تون میدونید به خاک سپردن مرده ها با تمام وسایل غذا و ورزش، و حتی توی مصر با بازی که مواد حوصله سر بره بازی داشته باشه، وسایل بازی و چیزهایی که به دیوار نوشتن مخصوصا در مصر خیلی متداوله، که من میگفتم خب آخه این دیگه تموم میشه آدم هزارها سال همون رو بخونه، ظاهرا حافظه مثل آلزایمری هست دوباره یادش میره دوباره از سر میخونه. به هر حال یا قضا هدایا اینهایی که با میدونین دیگه در مصر و بخصوص در چین یه قسمت چون من خودم دیدم که هنوز گندم ها بودن به دلیل اینکه با یک روش خاصی اکسیژن رو در اون از بین برده بودن و همه چی وقتی کشف کردن اونجا رو هنوز گندم ها گندم بودن، مثلا در طی صده ها خیلی جالب بود. بله من یکی از اونها رو خودم شخصا دیدم. خب حالا این وقتیست که به هر حال میخوان اونو خوشنود کنن، اما گاهی هم برای خوشنودی گاهی هم برای ترس، دلشون نمیخواد که این دوباره مرده ها برگردن، یعنی بخصوص وقتی که با دلایلی جنگی در قبیله شده یا کاری شده و اینها دقیقا بر نمیگردن. انواع اقسام داره. حالا باز البته ما وقتی مرده رو به خاک میسپاریم خب همه تو میدونین که سنگای خیلی بزرگ میسپاریم. اینا از نظر چیز میگن که این به دلیل اینه که مبادا از تو قبر بلند شه و دوباره بیاد. بعضی وقتا دورشون خار میکارن که اینا نتونن، گودال میکارن که این نتونه از اونجا بیاد بیرون. گفتم این بیشتر مال وقتیست که میترسن که به خاطر آزارهایی که ممکن از اونها ببینن. یکی از مواردی که باز همه ما انجام میدیم بدون این که بدونیم چرا، ما مردر همیشه با پا از خونه میبریم بیرون، یعنی تو داری میری بازگشت نداری، یعنی داری رفتنه. حتی در بعضی از قبایل اینا که من میگم همه مستند ها، نه من ندیدم، اونهایی که دیدند و نوشتن من از اونا نقل میکنم، میگه از پنجره میبردن، یعنی از روزن مثلا اسمش پنجره باشه، بعد توی کوچه پس کوچه ها میچرخوندنشون برای اینکه خونه رو گم کنن، یعنی دوباره به فکر این نیفتن که بازگردن. و یعنی اینی که الان از در نمیبرن، گاهی از پنجره میبرن، میچرخونن، شاید الان ندونن چرا این کارو میکنن، که چند تا مورد داده که هنوز این کارو میکنن ولی نمیدونن چرا میکنن، که بازمانده همون اعتقادات قدیمی هست که به طور وحشت اینو دارن که مبادا برگردن.
بازتابی از یه همچی عقیده تو فیلم های دراکولا هست. شما فیلم های دراکولا رو دیدید؟ بعضیاتون یا ندیدید؟ چند نفرتون دیدید؟ که معمولا این رو میخکوب میکنن برای اینکه واقعا در اقوامی با چیز میخای چوبی بدنها رو به زمین میکوبند، یعنی میخکوب میکنن که تکون نخوره. من فکر کنم از روی این اعتقاداتی که این فیلم های دراکولا و اینا رو ساختن. به هر حال مبحث فوق‌العاده جالبیه. خیلی چیزایی نوشتم، حالا میخوام ردشم که همشو بهتون نگم. اجازه بدید تموم بشه، من پس بعد سوال بکنم. خب این وقتیست که شما برای مرده‌هاتون محبت و دوستی قائل نیستین و این با تصورات شرقی ما جور در نمیاد. ما برعکس، هر کی میمیره حتما برای ما خیلی جالبتر میشه. من اون جمله استاد یا چیز رو یا شاطر رو همیشه دارم، یه جمله خیلی قشنگی داره و معمولا در مقاله هم از ایشون نقل میکنم. یه مرگ سایه خطا پوش داره، یعنی یکی که میمیره انگار یک سایه خطا پوشی بر روی همه میاندازه. به قول یکی میگفت که من نمیدونم این آدم بدا نمیمیرن اصلا، چون هر کی میمیره در اعلانش شما در آگهی تسلیتش پدر مهربانی بوده، شوهر فداکار بوده، فلان برادر خوب، پدر خوب دی. یعنی میخواین صفتهای خوب رو یاد بگیرین در این آگهی های تسلیت نگاه کنین، در آگهی های خط. اینه که به نظر مثلا آدم بدا نمیمیرن، فقط آدم خوبا میمیرن. این همونیست که جمله معروف یا شاطر است، سایه خطا پوش داره. ما فوری این آدمی که تا فرد دیروز بعد میگفتیم میشه دانشمند محترم، بسیار عالم و غیره و غیره و غیره و غیره. و ما اینجوری هستیم، ما در نتیجه مرده هامون به ناخودآگاه به صورت یک چیزهای قابل پرستش برامون در میاد. ما همیشه فکر میکنیم الان روح پدرمون به ما کمک خواهد کرد، مادرمون به دادمون میرسه. این همه داستان که شما داستانم شاید نمیگید، راست میگید، ولی فکرتون اینو ایجاب میکنه. خواب میبینید که مادرتون اومد اینجوری گفت، پدرتون اومد اینجوری گفت. خب خوابهای کمی از با ضمیر ناخودآگاه شما در حقیقت فرمان میگیرن دیگه. حالا منهای اون که بگیم از یک چیزهای آسمانی هم جا دارن، بیشتر برای همینه. اینه که ما به شدت به مرده ها احترام میذاریم. خود ما چیکار میکنید شما به خاطر اونها؟ خیلی کارهای دیگه، خیرات میدید، نمیدونم همه اینها میکنید. حتی در دین زردشتی هست که یه مبحثی داره به اسم گیتی خرید. گیتی خرید یعنی وقتی که شما یه مردهی دارید در اون دنیا، این مونده توی دوزخ، تو همستگانه، برای اینکه دوزخ داریم یه بهشت داریم، یک وسط اونو در چیز بهش میگن برزخ. یه ذره با همستگان فرق داره، یعنی همستگان جاییست که گناه ها و ثواب ها با هم برابرند، اینه که اونجا منتظرن. شما یه گیتی خرید بکنید اینجا براشون، گیتی خرید اصلا اسمش هم هست، یعنی شما یه خیراتی میکنید، یه کار خوبی براش انجام میدید، مثلا به اسم اون نمیدونم چی کار میکنید و اینا، این یه درجه میره، گرید میگیره در حقیقت، یه درجه میره بالاتر و راه بهش ممکنه براش باز بشه. این پس ما ناخودآگاه از همون قدیم به یک همچین چیزی قائل هستیم. ولی اگر بریم ما دیگه البته با چی میگن لباسای خوب و زینت آلات و اینها دیگه خاک نمی کنیم. ما به هر حال قائل به این هستیم که با یک چیز کوچک میاد و با یک چیز کوچک برهنه به میاد و البته با یک کفن میره. ولی خب در مصر و اینها که شما اگر برید و ببینید و چه جاه و جلالی هست فرق میکنه. در ایران خودمون هم همینطور بوده. ما در شهر سوخته حتی کنار توی تدفینامون بازی داریم. چی داریم؟ بازی هایی که در بله ولی ما انسان خاک نکردیم باشون، کمتر در ایران هست نه که. انسان نه نه بله اشیا با همین خیلی بله بسیار زیاد زیاد خیلی نه بله ولی به اندازه مصر و اینها البته نیست به نظرم متفاوته. ولی ایلام مخصوصا بسیار رواج داشت.
درست. به حال همین به یک زندگی. خب این یک لحظه به یک زندگی پس از مرگ فعلا دیگه یعنی یک همچه حالتی داره. کاملا حرفتون رو. در مصری ها جا؟ کا و که هست. بله یه دونه که هست، یکی ره هست و یکی هم یکی ایخی تو هست. یعنی اون دوتا یکی شکل اونه که این مجسمه‌شو پیدا میکنن، یکی مال خوراکشه، یکی مال فکرشه. اینا خیلی جالبه برداشتی که انسان ها با مرده دارن. مثل که خب یه چیز جالبیش اینه که خودش الان نمیخورد ولی برای اون دنیاش کارایی میکرد. بس خب این آخری مپس رو هم جا سوزاندن اون مال ایران ایران سوزاندن نداشته، در بالای چیز گذاشتن و در معرض حیوانات وحشی قرار دادن. سوزاندن مال قبایل در حقیقت میتونه هند و اینها باشه. من فکر میکنم اینها برکشیده از وضع طبیعی اونجاست. وقتی که شما نتونی زمین رو بکنی که یکی رو خاک کنی درش، متوجه، معمولا میذاری مثلا بالا که حیوانات بدرنه. چون که ببین حتما باید مرده رو یه جوری از بین برد یا از چشم دور کرد، چون در ناخودآگاه اون آدم ها فکر میکنن به دلیلی مرده دیگه. پس یک ما میگیم میکروبی داشته یا ولی به هر حال اونها یه جور دیگه فکر کردن، ولی باید یه جوری با اینها کنار بیای. یا بس به خاک بسپریش، توجه کردی، یا بسوزونی یا بذاری تو مرد. حالا هر جایی به نسبت به نظر من آب و خاک و آنچه که میطلبه شما این کار رو میکنید. مثلا یه چیزی اخیراً خوندم راجع به هند بود که در مثلا مدرس اون قسمت های هند شرق مثلا همه رو مینداختن تو آب، مثلا الان جمع میکنن. یعنی چیز مستند بود، نه اینکه مثلا که چجوری هی هر دفعه دولت میاد مرده ها رو از آب مثلا میکشه میبره. یعنی خیلی تو آب میندازن اونجا، فقر میدونین خیلی چیز هست. هند خیلی از این هست. من یه مطلبی از خانم مری بویس خوندم که دلیل دفع کردن یعنی سوزوندن مرده ها در هند و گذاشتن مرده ها در تقیه گم به خاطر اینه که در واپسی یعنی در روز مرد در روز فرش کرکی که دوباره تن جدید ساخته میشه این تنها از بین بره و دوباره یک تن دیگه در چیز در هند میدونید دورانه، یک دوران میاد و یک دوران دیگه تموم میشه، دوباره یک دوران دیگه میاد و اون دیگه فراموشی حافظه. در ایران اینجوری نیست. در ایران قائل به این هست. خب البته شما یه چیزایی میپرسید وقتتون تموم شد، تقصیر خودتون. من میخواستم امروز وارد ایران بشم. ببینید ایران دو جور مواجه شدن با مرده داریم. اینم باز تون کتاب موله خیلی قشنگ اول بار گفته و من اونو بیشتر پرورش میدم. میگه یک نوع دین شاهی داشتید شما، یک دین موبدی داشتید. دین شاهی دینی بود که راه رسم خودش رو داشت و این رو بد نمیدونست که مرده رو به خاک بسپره. به همین دلیل است ما گورهای داریوش رو داریم، مثلا خشایارشا رو داریم، همه اینها رو داریم، یا مثلا پاسارگاد رو داشتیم گرچه الان توش نیست ولی اینها بود. ولی یک دین موبدی داریم یعنی دین روحانیون. اونا قائل به این بودن که اونها تحت تأثیر مغهای غرب ایران هستند که این اعتقادات رو در حقیقت آوردن، چون ذاتن نمیتونه مال خود زردوش باشه، به حساب برآمده از اعتقادات مغهاست. اونها این موضوع رو میذارن، یعنی مرده ها رو میذاشتن در جاهای بلند در معرض حیوانات وحشی بعد از انجام دادن کارها و حیوانات در آن واحد اینها رو گوشتها رو جدا میکردند، یعنی و بعد استخوانها رو در جایی میریختن به نام استودان، یعنی جای استخوانها، همونی که الان در یزد احیانا بوده است ولی درش رو بستن. اینها فلسفهشون این بوده است که خاک رو نباید آلود، آب رو نباید آلود، آتش رو هم نباید آلود،
چون اگر به آتش بدن و به آب بدن و به خاک بدن، این سه تا عنصر پاک آلوده میشه. پس یک راه حل دیگه پیدا کنیم با این تر. یعنی در حقیقت یک نوع چطور بگم بازیابی هست، برای اینکه وقتی حیوان این رو میخوره یه جور در گر امروزی حرف بزنیم در چرخه طبیعت میفته و بعد از استخوان‌ها به خوبی حفظ میشد. استودان‌ها یعنی جای استخوان‌ها که اینها رو اونجا میریختن و قانون داشت استودان، آب نباید بگیره، نمیدونم حالا شما تو این مثل حل المسائل توضیح المسائل ما مثلا کتاب‌های دادستان دینی مال منوچهر رو اینا هست، میگه چیکارش کنین، اینجورش کنین، اینجورش کنین، آب نیاد چیکار نکنه. حتی مثلا اشراف، مثلا یک کسی که میخواست خیلی مایه بذاره برای همسرش و اینها، که یکی از اینا رو من خوندم تو باز تو همون مجموع مقالاتم هست، یک نوع سنگ‌های مخصوصی داشتن، دیدی مقالمو تو، اینجور داشتن که اون رو استخوان که معمولا هم یه سوراخ زیرش داشت و استخوان‌های مثلا یکی که همسرش رو خیلی دوست داشت نمیخواست با استخوان‌های دیگه قاطی بشه، میذاش اون تو. و این رو یک تایی مدت نمیدونستن چی هست و تو کازرون و اینها خیلی از اینها پیدا شد که یکیش رو خطای روش رو که خیلی هم تو 14 سطر بود، من بعد از البته کلی زحمت کشیدم، معلومم نیست من خوب خونده باشم ولی به هر حال خوندم و چاپ کردم، اسمشم گذاشتم گلی بر مزاری، برای اینکه اون کسی که این رو پیدا کرد رفته بود توی خونه ای آقای اسمشون یادم میاد، خونه دیده بود یه گلدونی گذاشتن توش، اطلسی کاشتن، عکسم گرفته بود، حتی گل اطلسی بود توش. بعد یه دفعه دیده بود کنارش چیز داره، نوشته داره، تمام اینها رو عکس گرفت و اوورد داد به من، این عکسای خیلی خوبی گرفته بود که من بتونم اینو بخونم و سعی کردم مثلا خوندم، که حالا تو باز تو همون مجموع مقالات هم هست که این مثلا ناهید بانو هست فرزند فلان، بهش جایگاهش باشد، من این روی بر اون درست کردم، یه همچی همسرمه، یه همچی، الان واقعا جملاتش یادم نیست. و عجیب هست که بعد از این که این مقاله چاپ شد من از اون آقا پرسیدم که این کجاست الان این گلدون، گفت دیگه حتی اون صابون خونه خونه رو هم فروختن، یعنی احتمالاً فهمیدن که یک چیز گرانبهاییه، تا اون موقع نمیدونستن. و برای اینکه گرفتار نشن گفت رفتم کازرون دیدم حتی خونه رو هم فروختن که این باشه. حالا اینو برای چی گفتم؟ گفتم که استخونها رو جمع کرد. و فلسفه مال ایران این هست که اینها میره و داخل گرد چرخه طبیعت میشه. بعد یه جایی پرسیده میشه که چطوری میشود اینها را دوباره یافت. جوابی که در صد در نصف بندهش دست و در چند تا کتاب دیگه که رفرنسش رو برسیم خواهم گفت، گفت چطور اهورامزدا وقتی که توانست از نیست به وجود بیارد از بازمانده ها هم خواهد توانست. موها به گیاهان داده شد، خون به آبها داده شد، استخوانها به کوهها داده میشه و دوباره اینا جمع میشه. شما منو میپرونیم به چیزهایی که میخوام بعدها بگم. من مجبورم این قسمتم تموم کنم که دیگه بنمایه ها تموم بشه. شما خیلی دوست دارید تو اینجا بمونم ولی من دیگه باید شما رو یه جوری ببرم جلو. آخرین قسمتش پرستش مظاهر طبیعت هست. انسان بالاخره مظاهر طبیعت رو در شکل‌های مختلفش همیشه پرستیده. به چه دلیل می‌پرسته؟ نه به خاطر اون سنگ یا به خاطر اون کوه، بلکه به خاطر اون نیرو و روانی که فکر می‌کنه در درون اون وجود داره، یعنی در پس اون واقعیت. مثلا گاهی خود آدم‌هایی که از فهم کمتری برخوردارن خود اون سنگ رو می‌پرستن، ولی یه دفعه شما میبینید چند تا دانشمند هم به این مثلا حالت انقیادی دارن. این به خاطر اون نیروی است که در پس این میدانن. مثلا مردم چیز بت، وقتی که بت در بت پرستی، خب مردم ساده واقعا بت رو میپرستن، اما یه دفعه آدم دانشمندهایی رو میبینه که میگه در پشت این من تفکری رو میبینم و با اون تفکر من احترام میذارم و اون رو میبینم. اینه که به هر حال
یک مظهری میدونن اون سنگ را یا اون بت رو یا هر چی رو از یک حقیقت نهفته. پرستش مظاهر طبیعت شکلهای مختلف داشته است. سنگ پرستی شما خوب آشنا هست، از سنگریزه گرفته تا سنگهای بزرگ، صخره‌های بزرگ، یا با هنر انسان آمیخته شده یا بکره و درسته میاد. نوع دیگرش پرستش گیاهانه. ما مخصوصا این کار رو خیلی داریم اغلب در موارد زندگی ما، یعنی این احترام خاصی که به گیاه هممون، نمیدونم کاش هممون بذاریم، به هر حال هست و ما میتونیم مثلا همین ها رو، نمونه هاشو ببینیم. درخت نوئل، سبز سبز کردن، نمیدونم حرمت قطع درختان مخصوصا در نسل ماها البته، و این ها اصلا حرمت که میگیم حرام هم از حرمت میاد، میدونید کلمش، یعنی بسیار بد میشمردن که درخت تنومند رو زدن، بخصوص درختانی که شاخه هاشون میرفت اونور و مثلا توت، چون همه از اون چیز میگفتن، بسیار مکروه بود. مثلا مثلا میگن درخت رو قطع کردی ریشش قطع خواهد شد، و مثلا تصادفا میزنه پدرش میمیره، میگه دیدی درخت رو قطع کرد ریشش قطع شد. یعنی مواردی است که من اینا رو دیگه در کتاب تنها نخوندم، به رأی العین دیدم، احتمالا شماها هم مثلا، من موارد اینجا نوشتم بچه ها نقل کردم برام که مثلا همسایه‌مون اینجوری بود، این کار رو کرد، اصلا خونمانش دودمانش به هم خورد، یعنی مثال خیلی موارد داشتم، نمیخوام حالا برای شما اینها رو بگم. و بعد مهمترینش دخیل بستن هست به درخت ها. شما چقدر درخت های رو دیدید که بهش دخیل میبندن؟ خب این در حقیقت باز به خاطر اون درخت که نیست، به خاطر اون نیرو و چیزیست که در اون درخت میبینند اینها و به اون چیز پناه میبرن. این برمیگرده به همون حرف اولی که هفته پیش بهتون زدم، عجز انسان. انسان اینقدر درمانده است، توجه میکنید؟ مثلا شما یک روستای کوچیکو در نظر بگیرید، بی خود نیست که هی برای خودشون امامزاده میسازن، برای کاش همون درخته رو بذارن دیگه، یک آدم رو دروغکی زیر خاک نکنن. مثلا یه درخت زیبا باشه، خیلی قشنگه، حالا نمیگم دخیل بستنش، ولی به هر حال انسان عجیب به این اشیا بیشتر از چیز، بیشتر از خود خدا اعتقاد داره، باورتون نمیشه. من باز یکی از بچه ها رفته بود مکه و اومد و غار حرا شنیدید دیگه، بالاخره غار و حراست و یک قداستی داره. و حالا شما رفتید مکه، شما نوعی، برای اینکه خدا را، البته برای من خدا همه جا هست، لازم نیست آدم بره مکه خدا رو ببینه، ولی چیز میگفت خودم دیدم، که اینجا مخصوصا یادداشت کردم به اسم خودش، که میگه دیدم دخیل بستم به غار حرا. تو فکر کن رفتی خدای اون بزرگی رو ستایش کنی، توجه میکنی در، ولی به این سنگ دلشو خوش کردی که من ایشالله صاحب بچه بشم مثلا، یه همچی آرزویه دیگه، اینو به اون بسته بود. که من گفتم چرا برام عکس نگرفتی؟ گفت ترسیدم، چون اونجور جهادم چیز عکس بگیره، گفت راستش ترسیدم، ولی خیلی دلم خواست براتون عکسش بگیرم. یعنی گفتم همینم که آوردی، چون میدونم راست گفته، چه دلیلی داری همچی دروغی را آدم بگه؟ من برای من مثال بسیار بسیار جالبی بود، که یعنی انسان به یک چیز ملموستری بیشتر دست میندازه تا اونو شما بگیری و ببری. شما همتون کیش رفتین بیشترتون، یه درخت عجیب غریبی هست که اونجا، یه درختای من درخت شناسیم خوب نیست، ولی این یک نوع درخت خاصیه که ریشش تو هواست. شما وقتی وارد میشین، مال متنی رو که مال پیش از انقلاب بوده و میراث فرهنگی اون موقع نوشته، جاش مونده، یعنی ظاهرا کندنش که مثلا خرافات مردم نداشته باشن، ولی به راحتی میشه خوند که مردم میرن اون زیر وای میسن و مثلا زیر اون وایسین یه آرزو کنیم. خب این که ضرر به کسی نمیرسونه، متوجه هستید؟ یه مقدارم آرامش روان میده با آدم. من خودم رفته بودم با نوام، گفتیم براش، دیدم رفت اونجا وایساد، گفتم برای چی؟ گفت می‌خواستم نمره ریاضیاتم خوب بشه. مثلا هر کسی بالاخره
یه جوری خودشو تخلیه میکنه. جا باید بذارید برای تخلیه ها، متوجه هستید؟ ولی آدم یه دفعه میترکه. اینا همش یه نوع چیزهای تخلیه است و قرار نیست که برها جور دیگه باشه. نوع دیگرش چیز هست، جانور پرستیه، که در حقیقت یه کمی به توتم برمیگرده و اقوام بدوی معمولا حیوانات خاصی رو میگردن و خب این جای پاش میدونید که قشنگ همه جا مونده. گفتم گاهی فکر کردن اینا حیوان بودن انسان شدن، یه نوع تناسق قائل بودن. گاهی هم مثلا شما به یه نوع چیزهای خاصی قائلید، جن و غول و اینها هم در حقیقت در این مقبول جا میگیره، چون جن ها مثلا سم دارن و یه همچه حالت های. بعد معمولا در ایران نه، ولی در بین النهرین و مصر و اینها معمولا خدایان نصف انسان نصف حیوانند، یعنی در حقیقت یک با حیوان یه همچه بازی هایی هم میشه. شما خیلی راحت میتونید به این مورد، باد، آتش، چشمه، کوه، همه اینا که دیگه دیدید دیگه، فلان کوه مقدس، فلان جا چیز، فلان دریاچه، فلان رودخانه، دیگه اینقدر مثالاش زیاده که دیگه من لازم نیست که بهتون بگم. ممنون بچه ها، که خیلی ممنون. دیگه از هفته آینده انشاءالله راجع به ایران صحبت می‌کنیم.